سلام، خوش اومدید به صمیمی‌ترین گفتگوی من با یک بازیگر پیشکسوت سینما، کسی که میدونم شما مردم خیلی دوستش دارید و افتخار دادن اولین گفتگوی رسمیشون رو با برنامه فیس تو فیس میخوان انجام بدن، جناب آقای اردشیر کاظمی. سلام آقای کاظمی. علیکم السلام. خیلی مخلصیم. من حالا یه ذره بلندتر صحبت میکنم به خاطر شرایط ویژه جناب کاظمی. نحوه ورودتون به سینما رو میخواستم یه توضیح بدین. در درجه علاقه به سینما و تئاتر، بله، به بعد پیش رو گرفتن، اولین فیلم هم که بازی کردم مال خیلی پیشه. اولین کار سینمایی طلوع بود، طلوع برادران میناسیان با جمشید مشایخی و خانم خوروش و بقیه رو یادم نیست، ولی جمشید مشایخی و خوروش رو خیلی خوب به خاطر دارن. یادتونه که چه سالی بود؟ سال چند بود؟ قبل از تغییر نظام بود. قبل از تغییر نظام؟ خیلی خیلی قبل از تغییر نظام. شاید الان 50 سال گذشته باشه. چند سالتون بود که اولین فیلم سینماییتون رو بازی کردید؟ 23 سال. دقیقا یادم نیست. ولی جوان بودید که در مورد این اتفاق افتاد. بله. ما شنیدیم که جناب کاظمی تو پشت صحنه فیلم ها خیلی کم پیش میاد که بخندین، یعنی معمولا تو پشت صحنه فیلم ها خیلی جدی هستید. من با خنده گاگوداری مثل این که قهرم. بله. همیشه تا کار در برای پشت صحنه یا کتاب یا روزنامه مجله، معمولا با کسی بگو نگو ندارم. خب اونایی هم که با سروش به دیگران کار میکنن و اخلاق یه مقدار وارد شدن، کاری به کار من ندارن، همون بهتر. کاری به کارتون ندارن؟ نه. عرض شود به خدمتتون که شده تو پشت صحنه حالا مثلا یه سکانسی خندتون بگیره تو تمام این کارا؟ چون ما میدونیم خیلی کم میخندید. من با خودم هم میتونم که گاهی گداری قهرم. نه استاد، قبل از اینکه وارد بازیگری بشید میخوام بدونم چه شغلهایی رو تجربه کردید؟ تو خیلی ها میگن که شما نظامی بودید. نه نه، اصلا نظامی نبودید. اصلا من خدمت نرفتم. بله، معاف دایم. بله. توی فیلماتون آقای کاظمی خیلی خوب چک میزنید به بازیگرا. مثلا تو سریال بود با آقای جمشیدی، من فکر میکنم توی سریال پژمان یه صحنه بود یه چک زدیم به آقای جمشیدی، خیلی محکم بود. دوستان ناراحت از این چک شما نمیشن؟ اینجوری پس کردنی میزنید به دوستان؟ نباید ناراحت بشن، لابد لازم بوده که به گفته کارگردان چک بزنیم. فکر نمی کنم اونقدر محکم لازمه؟ حتما لازم بوده. توی تمام این سالها چه بازیگری بوده که بیشتر از همه بهش علاقه داشتید توی سینمای ایران؟ سوال سختیه، مشکلیه. خانم خوروش، خانم فرزانه تاییدی، آقای پارسا فیروزفر، آقای مصفا. بله بله، که هم بازی هم بودید باشون. بله. سریال آخرتون آقای جبلی. بله، حمید جبلی.
آقای کاظم سیاحی. کاظم سیاحی، بله. کاظم بازیگر بسیار 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 خوبیه. بله. شکی نیست. کاظم سیاحی از همینجا بهش سلام میکنیم. بله. پارسا فیروزفر و کاظم سیاحی شکی نیست. بسیار هم عالی. پژمان جمشیدی هم همبازی بودید باهاش، میخواستم که نظرتون راجع به پژمان جمشیدی بدونم. پژمان آدم سرور انتقال، چیزوش، خوش برخورد، مدام میخواد یاد بگیره، بی ادعا، به پولساز برای خیلی از تهیه کننده ها. با مهران مدیری هم سر فیلم دایره زنگی، بله، جناب کاظمی خیلی دیده شدید. هنوز هم یه سری سکانس های اون فیلم وایرال میشه. نظرتون راجع به کار با مهران مدیری چیه؟ مهران خیلی آدم جدی، مؤدب، به خوش برخوردیه. تجربه خوبی داشتید. میخواستم که بدونم که چه آرزویی دارید توی سینما و بازیگری که هنوز بهش نرسیدید، چون خیلی بازیگر پرکاری هستید. اون که مقدره، به تقدیر، خواهی نخواهی انجام میشه. آرزوی خاصی نه. وقتی مردم شما رو تو کوچه خیابون میبینن چه احساسی دارن؟ چه واکنشی نسبت به شما نشون میدن؟ گاهی اوقات خیلی مشکل ساز میشه. سوال میپرسن مردم، بالاخره دوستتون دارن. آخه سوال داریم تا سوال. گاهی اوقات خیلی سوال های بی سر و ته. متاسفانه هیچ وقت حالت آدم رو در نظر نمیگیرن، مخصوصا از وقتی که موبایل به میان اومده، از گواشکه عکس گرفتن تا بعد. آخه خیلی شسا درست یا غلط زیر عکس می نویسن. به این فکر نمی کنم کار درستی باشه. یعنی اینکه مردم خیلی حالا بحث عکس گرفتن و این هاست و یا یواشکی عکس می گیرن شما رو اذیت میکنه. نکنید دیگه، حالا آقای اردشیر کاظمی رو اینقدر دوستان اذیت نکنید. خیلی مطالعتون زیاده جناب کاظمی، شما درسته؟ مثلا چند ساعت در روزتون رو مطالعه میکنی؟ مطالعه؟ والا از دست خودم هم در رفته. گاهی اوقات تا 4 صبح 5 صبح هوا روشن میشه، تازه من دوزاریم افتاده که صبح شد. یعنی انقدر در حال مطالعه هستید که اصلا یادتون میره کی شب شد کی صبح شد. بیشتر وقتتون رو مطالعه میکنید؟ نمیشتن یادداشت‌های روزانه مطالعه. و فکر میکنم که استاد یک کتابخونه بزرگ هم باید داشته، بله، باشید. موسیقی اصیل ایرانی. چه خواننده‌ای رو خیلی دوست دارین جناب کاظمی؟ شجریان، محمد پسر رضا. پدر. آها، هم پدر هم پسر. بهترین فیلمی که بازی کردید جناب کاظمی چی بوده از نظر خودتون که خودتون خیلی دوستش دارید؟ والا اگر از من بپرسید، قربون شما، من با کارایی که با آقای سروش صحت کردم راحت ترین به بهترین کار هم بود. با سروش خیلی راحتم، خیلی خیلی خوش برخورد، خیلی مؤدب. اصلا عصبانیت
من در سروش هیچ وقت ندیدم. همیشه به مناسبت میخنده. خیلی آدم صبور و آرامیه. کارگردانی بوده که دوست داشته باشید باهاش کار بکنید؟ هنوز این اتفاق نیفتاده؟ کیومرث پوراحمد. اعتراضش راجع به سینما در حد خودش خیلی زیاد بود. میدونست چی میخواد. هوای بازیگراشو خیلی داشت. حتی بعد از اینکه کار تمام شده بود، روابطش با بازیگرا، خدا رحمتشون کنه. توی سینمای خارج، توی سینمای حالا خارج از ایران، حالا هالیوود، سینمای کشورهای بیشتر... دیگه، چه بازیگری رو بیشتر تحت تاثیرشین؟ من فیلم خارجی نمیبینم یا خیلی 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 به ندرت. تلویزیون میبینین استاد؟ تلویزیون جناب کاظمی؟ تلویزیون ایران برکل نمیبینی؟ نه. بیشتر مطالعه میکنید؟ خیلی فرمودید که کتاب خوندین و خاصه تاریخ. تاریخ چه درسی به ما میتونه یاد بده آقای کاظمی؟ مردم ما اصلا با کتاب آنطور که باید سر و کار ندارن تا درسی بگیرن، جز معدودی. اونها معمولا خارجی بودن یا جرایستان کردن یا پوت کردن، بعضی هم مسلط بودن مثل علی حاتمی، خب یا آقای تقوایی، ناصر تقوایی که اصلا کار نمی کنه. خیلی ها دیگه کار نمی کنن. بله. حتی سر کارم کتاب و روزنامه و مجله همیشه همراهمه. یعنی تو پشت صحنه کتاب میخونی؟ نه، کار به کار بقیه معمولا ندارم. و همه چون به اخلاقم واردن کاری به کار من خوشبختانه ندارم. جناب کاظمی، اینجوری که مشخصه بیشتر اهل تنهایی و انزوا هستید، میخواستم بدونم که آدم غمگینی هستید کلن تو زندگی؟ نه، ولی تنهایی رو دوست دارید؟ بله. هیچ وقت تنها نیستم. همون کتاب یک دوسته، دوست خوبیه، حداقل بی ضرره. چه لحظه ای بوده تو همه این سالها که ازش میتونید به عنوان غمگین ترین لحظه زندگیتون بگید؟ نه، هر چی پیش بیاد مقدره دیگه، باید پیش بیاد. کنار اومدید حالا باید. چه خوشحالی چه غمگینی، در هر حال هر چی مقدره به تقدیره، مطمئنن همون پیش میاد. باید در همه حال خدا رو شاکر بود، به هیچ وقت فریاد از یاد نبرد. شایعه ای بوده راجع به خودتون که ناراحت باشید از شنیدنش و اینجا بخواید بگید آقا نه اصلا این اتفاق نبوده؟ نه، چون دستگاه سن منو غلط نوشتن. حداقل از خودم به وسیله سوال نکردن. من نمیدونم از کجا این چیزا رو گیر میارن، این بیوگرافی ها رو گیر میارن. آیا قابل تصحیح هست؟ بله نیست. بله بله. ما از همینجا خواهش میکنیم، چون این اتفاق باعث میشه که ایشون واقعا حالا روحشون خدشه‌دار بشه. خیلی از سایت ها زدن که 1317 کجا؟ 1299 کجا؟ خیلی ها به اشتباه در واقع سن آقای کاظمی رو 1299 زدن که غلطه و ایشون داره میگه که
بنده 1317 متولد شدم. این اسراف وزیر نیست. چرا چرا؟ ما اینجا از تمامی حالا دوستان همه اینو میگن. ما درست میکنیم درست میکنیم. نه توی ویکیپیدیاتون اصلاح شده. که چی آقا 1299؟ چند سال میشه 1299؟ یه متفریق بکن سال میشه 103 سال. پس سن شما 1317 در واقع متولد 1317 هستید. 29 آبان 1317. پس آقا یک بار برای همیشه سن جناب آقای اردشیر کاظمی 29 آبان 1317 و دیگه تمام. کارت ملی من همراهم نیست نشان بدم بابا والا بدیم به خدا. جناب کاظمی الان حالا فیلم های طنزی که ساخته میشه چقدر به سلیقه خودتون نزدیکه؟ متاسفانه که این برایت طنز را با مسخرگی و لودگی اشتباه گرفتن. به فرهنگ مردم ما هم متاسفانه یه مقدار ضعیف تو زده معدودی فقط میخوان بخندن به هر طریقی، حالا به هر شکلی شده میخوام بخندن به وقتی رو بگذرانه و سلام. طنز خوب استاد چه شاخصه ای داره؟ کم و بیش یه مقدار یک سردگوش رو به تفکر وادار بکنه، مثل طنزهای روزنامه اطلاعات که گل آقا فومنی تهیه کننده شد، اونم که از بین رفت. طنز خیلی کارا میتونه بکنه، از ده خدا گرفته تا بقیه، باید به دستور زبان مسلط باشن، باید فارسی درست خوندن و درست نوشتن رو بلد باشن، مسلط باشن دیگه به ادبیات و فرهنگ مردم. همین اسقر فرهادی هم استاد یکی از کارگردانهایی هستش که خب خیلی تو سطح جهانی موفقه. اسقر فرهادی خوب متاسفانه هیچ وقت نشد با خانوم فرهادی خانم بختاور. بله. ولی با فرمان آرا خیر. با خود اسقر فرهادی هم که خب من اون خانم آقا رو از تئاتر میشناسم از خیلی سالهای پیش. یعنی آقای فرهادی و خانم بختاور. بله. یه روزی این تحلیل رو میکردید که آقای فرهادی به این موفقیت برسه؟ خیلی احتمال میدادن. من خیلی ها متاسفانه نباخه که فقط در خارج فیلم میسازه. به این برکل فرهادی کارگردان خوبیه. سریال میبینید آقای کاظمی؟ سریال یا فیلم های سینمایی رو دنبال میکنید که حالا تولید خودمون باشه؟ خیلی 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 به ندرت. حوصله دنبال کردن اینا رو ندارم. بیشتر ترجیح میدم با کتاب و مجله و روزنامه بگذرانم. یعنی کارهایی که خودتونم بازی میکنید رو نمیبینید؟ نه خب خودم بازی کردم. گفتم شاید مثلا تو تصویر بخواید ببینید چه صورت بوده، چی از آب در اومده. من فکر میکنم شما کتاب خونترین بازیگر ایرانید. خیلی تند میخونم. تند خانیتون خوبه. خیلی. تحصیلاتتون تا چه مقطعیه جناب کاظمی؟ تحصیلات تئوریکتون؟ مدرسه چیزی به آدم مثلا برنامه های آموزش پرورشمون از اول اشتباه مشکل داره.
تا چه مقطعی درس خوندین؟ همون دیپلم کتاب کتاب را هم همینجور الله بختکی گرفتیم. دیگه بعدش ادامه ندادید؟ دیگه بعدش نه ادامه نه. ندادید؟ نه. درآمدی که دارید از سینما براتون راضی کننده هستش؟ قناعت بردی دیدم کم جمع نکردن مال کنترل الاده دوستی با همه خلق الله همه رو باید دوست داشت. موهبت است که آدم بتونه همه موجودات خدا رو نه تنها آدم همه رو دوست داشته باشه، حتی حیواناتی که با آدم انس میگیرن و کنار میان. شاید از دید عده‌ای درست نباشه، فکر بکنن که طرف میخواد نقطه های خالیشو با اون حیوان پر بکنه. بله. دیدم که بعد از حیوانات رو نجس میزنن. خدا موجود نجس خلق نمی کنه که. دقیقا. من چی؟ خیلی هم آقای کاظمی. بدارم. مرد خوشپوش و خوشتیپی هستید. عادت کردم. از طفولیت. همیشه. خیلی تیپ رسمی و همیشه خیلی شیک کرواتی که همیشه باهاتونه، همیشه کراوات زده، همیشه استا کرده، همیشه واکس زده. عادت کردن جز این باشه ناراحتن. به بیشتر هم معمولا همه چیز رنگ آبی، بیشترم به رنگ آبی علاقه داری. آبی. نمیدونم در روانشناسی یعنی چه. من که روانشناس نیستم. در هر حال رنگ آبی. خیلی آرامش بخش رنگ آبی. از خودکار گرفته تا پیراهن و تنپوش و کراوات و رنگ آبی. مشکی هرگز. اصلا علاقه به رنگ مشکی نداری؟ نه. حتی از نظر اسلام هم مکروهه که رنگ مشکی هرگز. حتی اون وقتی که عزیزی هم از دست دادید مشکی نپوشیدید؟ مشکی هرگز. من حالا از صحبتاتون اینجوری برداشت داشتم که حالا هم فوت والدینتون، حالا چه پدر چه مادر، خیلی راحت با مقوله مرگ برخورد میکنید، خیلی راحت کنار میایید. یه خواب سنگینه. بذار بیادید برای همه پیش میاد. سن و سال هم نگاه نمی کنه. حالا به هر علتی مرگ رو یک خواب سنگین می دونی. یک خواب سنگینه. می خوام بپرسم که چقدر الان شرایط معیشت مردم روی روحیه شما تأثیر می ذاره؟ الان خب خیلی از مردم دارن به سختی زندگی می کنن، به سختی درآمد کسب می کنن. چقدر دیدن معیشت خب مردم اذیتتون می کنه؟ از دست من آخه کاری ساخته نیست. به عنوان یک شهروند و حالا یک بازیگری که مردم دوستش دارن، از دست من کاری ساخته نیست. این برنامه ریزا، هیئت حاکم، من کاری نیستم. بله، منم از یه عده که سر هر چهار راه هستن، از ماشین پاک کردن یا بقیه، مخصوصا کودک های کار، بچه های کوچک، یا به اصطلاح امروز کودک کار، یا اینایی که تو سطل زباله میگردن، اعصاب خرد کنه. ولی خب من کاری نیستم که راه حل نشان بدم. سعی میکنم نگاه نکنم، ولی تا که نمیشه چشم رو بست که. هنوز همون انگیزه بالا رو برای بازیگری بله. داریم؟ همین الان
چه فیلم چه تئاتر. دلم برای تئاتر خیلی تنگ شده. اگه فقط یه بار رفتن آمدن باشه، در حد اینکه فقط رد بشید رو صحنه. مثلا خیلی دلم میخواد اگر یه روزی روزگاری پیش بیاد کارهای حسن کیانی بازی کنید توش. خیلی. اگر بخواید از خودتون یک جمله بگید که بخواید از شما به یادگار بمونه، اون جمله چی آقای کاظمی؟ تمرین آدم بودن. آقای کاظمی تست هم دادید برای بازیگری شما؟ تست هم دادید برای بازیگری؟ نه. تست ندادید. تست ندادم. جایی اگر ازتون تست بگیرن ناراحت میشین؟ نه. ناراحت نمیشین؟ چرا ناراحت بشم؟ خیلی ممنون، خیلی افتخار دادین آقای کاظمی، دعوت ما رو قبول کردین. این اولین مصاحبه تصویری شما بود تو همه این سالها. ببخشید اگر اذیتتون کردیم. صحبتی دارید با مردم؟ ما در خدمتتون هستیم. ما خاک پای همه مردمیم. کار این نیست.